فدک روستا و باقی تاریخی بود در عربستان سعودی امروزی که تا مدینه 150 کیلومتر فاصله داشت. در عصر محمد بسیار آباد بود و مزارع، نخلستانها و چشمه‌های آب بسیاری در خود داشت است. فدک سرزمینی سرسبز و پربرکت که در جریان فتوحات مسلمانان به پیامبر اسلام رسید. اما ماجرای تصاحب این زمین برای همیشه با یک سوال بزرگ همراه ماند. آیا فدک حق پیامبر بود یا غنیمتی که باید به همه مسلمانان می رسید؟ برخی معتقدند که فدک به عنوان فی یا همان اموال بدون جنگ به پیامبر داده شد و این حق او بود که هر گونه می‌خواست درباره آن تصمیم بگیرد. اما از سوی دیگر گروهی این تصمیم را زیر سوال بردند، چرا که اگر فدک به عنوان فی پیامبر محسوب می‌شد، آیا نباید پس از وفات پیامبر به تمامی مسلمانان باز می‌گشت؟ آیا فدک غصب شد یا تصاحب آن مطابق با اصول اسلام بود؟ همراه ما باشید تا نگاهی عمیق‌تر به این ماجرا داشته باشیم و بفهمیم چرا این زمین تا این حد تاریخ اسلام را تحت تأثیر قرار داد. فدک در نزدیکی خیبر قرار داشت و با توجه به موقعیت استراتژیک خود نقطه اتکای یهودیان حجاز به شمار می رفت. اولین فردی که در این منطقه زندگی می کرده شخصی با نام فدک ابن هام بوده است. به همین خاطر این سرزمین به نام فدک نامگذاری شده است. پس از آنکه پیامبر در جنگ خیبر منطقه خیبر و قلعه های آن را فتح کرد، یهودیان ساکن در قلعه ها و مزارع فدک نمایندگانی نزد پیامبر فرستادند و به مصالحه راضی شدند. یهودیان که از مسلمانان در جنگ های مختلفی شکست خورده بودند، در جریان فتح خیبر ناچار به صلح با محمد شدند. سران فدک صلح و تسلیم را بر جنگ ترجیح دادند و تعهد کردند که نیمی از روستای فدک که شامل باغها و نخلستانها بود را در اختیار محمد قرار داده و از این به بعد زیر سلطه اسلام زندگی کنند. قرار شد نیمی از زمینها برای آنان باشد. از این رو فدک بدون جنگ و لشکرکشی به دست مسلمانان افتاد. عالمان مسلمان با استناد به آیه فی، اموالی که بدون جنگ و درگیری به دست مسلمانان می افتد را مختص پیامبر می دانند. به غنایمی که بدون دردسر و جنگ به دست مسلمانان می افتد فی گفته می شود. البته تعدادی از مفسران معتقدند که منظور از فی همه اموالی است که از طریقی غیر از جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد. در نامگذاری این اموال به فی گفته شده خداوند تمام مواهب این جهان را در اصل برای مؤمنان و قبل از همه برای پیامبر آفریده است و آنانی که مؤمن نیستند در حقیقت غاصبان این اموالند، هرچند بر حسب قوانین شرعی یا عرفی مالک محسوب شوند. بنابراین هنگامی که این اموال به صاحبان حقیقی باز می‌گردد شایسته عنوان فی است. فی در لغت به معنی بازگشت است. بسیاری از مفسران معتقدند اگرچه در این آیه حکم غنایم غزوه بنی نظیر مطرح شده، اما این حکم کلی است و شامل همه غنایمی می‌شود که بدون زحمت و جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد. در این آیه مصارف ششگانه فی ذکر شده است. سهم خداوند، گفته شده این سهم یک نوع سهم یا نسبت تشریفی است تا گروه های دیگری که در ذیل آن ذکر می شوند احساس حقارت نکنند و سهم خود را در کنار سهم خداوند ببینند، چرا که خداوند نیازمند نیست و در حقیقت مالک همه چیز خداوند است. سهم پیامبر شامل نیازمندی های شخصی و نیازمندی های مرتبط با ریاست حکومت اسلامی می شود. سهم ذی‌القربا، بسیاری از مفسران معتقدند سهم ذی‌القربا یا ذی‌القربا شامل نزدیکان و خویشاوندان پیامبر می شود که از گرفتن زکات محرومند. برخی گزارش کردند که عده‌ای از مفسران ذی‌القربا را همه مردم دانستند و برخی دیگر معتقدند که در تحقق این سهم نیازمندی و فقر شرط است. سهم یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان،
بنابر نظر علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت، پیامبر پس از نزول آیه 26 سوره اسراء یعنی و آت ذل قربا حقهو به معنی و حق خیشاوند را بده، فدک را به فاطمه بخشیده بود. حسین علی منتظری مجتهد شیعه متوفای 1388 شمسی بر این باور است که فدک سمبل امامت و دادن آن به فاطمه برای این بوده است تا منبع درآمدی برای بیت امامت باشد. وقتی پیامبر این زمین را به دخترش فاطمه زهرا بخشید، بسیاری از نزدیکانش باور داشتند که حق این تصمیم با پیامبر است، چرا که پیامبر خود می توانست در مورد این اموال تصمیم بگیرد. اما پس از درگذشت او، خلیفه اول با چالشی بزرگ روبرو شد. فاطمه زهرا به عنوان وارث پیامبر فدک را از آن خود می دانست و استدلال ابوبکر این بود که پیامبران ارث نمی گذارند و مدعی بود این مطلب را از پیامبر شنیده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی. فدک تا زمان وفات پیامبر در دست فاطمه زهرا بود و افرادی به عنوان وکیل، کارگزار و کارگر در آن کار می‌کردند. چند روز پس از واقعه سقیفه، ابوبکر اعلام کرد که فدک ملک شخصی نیست و نباید در نزد دختر محمد بماند. به همین جهت عاملان فاطمه زهرا را از فدک بیرون کرد. فاطمه زهرا ناچار نزد ابوبکر رفت و در منابع اسلامی اینطور آمده که میان آنان گفتگویی رخ داد. در منابع مختلف محتوای این گفتگو را متفاوت بیان کردند. برخی منابع معتقدند پس از تصرف فدک، فاطمه از ابوبکر آن را مطالبه کرد. ابوبکر گفت از پیامبر شنیده است که اموالش پس از او به مسلمانان میرسد و از او میراثی نمیماند. فاطمه پاسخ داد پدرم این ملک را به من بخشیده است و ابوبکر از فاطمه برای اثبات ادعایش شاهد خواست. به نقل برخی منابع علی ابن ابی طالب و ام ایمن شهادت دادند و بنابر برخی دیگر ام ایمن و یکی از موالی پیامبر و بنابر برخی دیگر علی ابن ابی طالب، ام ایمن و حسنین گواه شدند. ابوبکر پذیرفت و کاغذی نوشت تا کسی به فدک دست درازی نکند. هنگامی که فاطمه زهرا از مجلس بیرون رفت، عمر ابن خطاب نوشته را گرفت و پاره کرد. البته بنابر برخی منابع اهل سنت، ابوبکر شاهدان فاطمه را نپذیرفت و دو مرد را برای شهادت طلبید. ابن ابی حدید معتزلی میگوید از ابن فارقی مدرس مدرسه غربی بغداد پرسیدم آیا فاطمه راست میگفت؟ ابن فارقی گفت آری. پرسیدم پس چرا ابوبکر فدک را به او نداد؟ گفت اگر چنین میکرد فردا خلافت را برای شوهرش ادعا میکرد و ابوبکر نمیتوانست سخنش را نپذیرد، چرا که درباره فدک حرف او را بدون شاهد پذیرفته بود. ابن ابی حدید در ادامه مینویسد ابن فارقی اگرچه به شوخی این سخن را گفت، حرفش صحیح بود. گزارش شده است ابوبکر در پاسخ دادخواهی به فاطمه گفت از پیامبر شنیدم ما انبیا ارث نمیگذاریم و آنچه از ما باقی میماند صدقه است. در مقابل فاطمه زهرا در خطبه فدکی به آیاتی از قرآن اشاره کرد که به ارث بردن از پیامبران اشاره دارد و این سخن ابوبکر را مخالف آیات قرآن دانست. علمای شیعه گفتن این عبارت را غیر از ابوبکر هیچ کدام از صحابه نقل نکردند. نقل شده است هنگامی که عثمان به خلافت رسید، عایشه و حفصه پیش او رفتند و از او خواستند آنچه پدرانشان خلیفه اول و دوم به آنان می‌دادند مجدد به آنان بدهد. اما عثمان گفت به خدا سوگند چنین چیزی به شما نمی‌دهم. آیا شما دو نفر نبودید که نزد پدرتان شهادت دادید پیامبران ارث نمی‌گذارند؟ روزی چنین شهادت دادید و روزی میراث پیامبر را درخواست می‌کنید؟ پس از بی نتیجه ماندن دادخواهی فاطمه نزد ابوبکر، فاطمه زهرا به مسجد پیامبر رفت و خطبه ای را در جمع صحابه خواند. فاطمه زهرا در این سخنرانی که به خطبه فدکی مشهور است از قصب خلافت گفت و سخن ابوبکر که پیامبران ارث نمیگذارند را تکذیب کرد که طبق چه قانونی او را از ارث پدر محروم کرده است.
آیا آیه از قرآن چنین گفته است و سپس او را به دادگاه خداوند در روز رستاخیز واگذار کرد و یاران پیامبر را به پرسش گرفت که چرا در مقابل این ستمها ساکت نشستند؟ بر پایه روایتی که در بهارالانوار نقل شده است، پس از مصادره فدک، علی بن ابی طالب به مسجد رفت و به ابوبکر اعتراض کرد که چرا فاطمه را از چیزی که پیامبر به او بخشیده منع کرده است. ابوبکر شاهد عادل طلبید که علی بن ابی طالب استدلال کرد اگر چیزی در دست کسی باشد و دیگری مدعی آن شود، مدعی باید دلیل و شاهد بیاورد، نه فاطمه که فدک از قبل در دستش بوده است. علی ابن ابی طالب در ادامه آیه تطهیر را تلاوت کرد و از ابوبکر اقرار گرفت که این آیه در شأن امام و خانواده اش نازل شده است. سپس پرسید اگر دو شاهد بگویند که فاطمه مرتکب فحشا شده چه کار خواهی کرد؟ ابوبکر گفت بر فاطمه حد خواهم زد. امام گفت بنابراین تو شهادت خلق را بر شهادت خداوند ترجیح دادی و کافر خواهی بود. بنابر روایتی که در صحیح بخاری نقل شده است، فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر ناراحت شد و تا آخر عمر خود بر آن دو غضبناک بود. روایت دیگری نیز با همین مضمون از اهل سنت نقل شده است. نقل شده است ابوبکر و عمر برای جلب رضایت فاطمه زهرا تصمیم گرفتند با او دیدار کنند، اما فاطمه نپذیرفت. آنان سپس با واسطه قرار دادن علی بن ابی طالب با فاطمه دیدار کردند. از روایت ها برمی آید که فاطمه زهرا پس از این ماجرا تا پایان عمر کوتاه خود دیگر هرگز با ابوبکر و عمر صحبت نکرد. به گفته منابع معتبر تاریخی او از آن دو به شدت ناراحت بود و حتی وصیت کرد که پس از مرگش نباید ابوبکر و عمر در مراسم تشییع و تدفین او حضور داشته باشند. این رفتار فاطمه به یکی از بزرگترین نشانه‌های اختلاف میان خاندان پیامبر و خلافت تبدیل شد و بسیاری آن را به عنوان نمادی از نارضایتی خاندان پیامبر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی پس از رحلت پیامبر می‌دانند. این اتفاق اختلافات عمیقی را میان دو جناح بزرگ مسلمانان در صدر اسلام پایه‌گذاری کرد و باعث شد که بسیاری از پیروان فاطمه زهرا و علی بن ابی طالب این تصمیم را به عنوان آغاز انحراف از مسیر اصلی اسلام و حقانیت خاندان پیامبر بدانند. در حال حاضر فدک در استان حال کشور عربستان واقع شده است. در این منطقه شهری به نام الحائط ایجاد شده و منطقه فدک به نام وادی فاطمه شناخته می شود و به نخلستان های آن بستان فاطمه می گویند. همچنین مسجد و چاهایی هم در این منطقه وجود دارد. خانه ها و برج های این منطقه به خرابه تبدیل و بیشتر نخل های آن خشک شدند. در سال 1387 شمسی اکبر هاشمی رفسنجانی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئتی از آن بازدید کردند.